امروز در برنامه ما به سخنان صادق زیبا کلام در مورد مسیح علی نجاد و شازده خورتون خواهیم پرداخت و به نوعی پاس گل دادن به رضا پهلوی میدونم من این صحبت ها رو از سوی دیگر برگزاری جشن پوریم یا همون ایرانی کشون در سگونیستا و تجاوز هولناک سگونیستا در تجاوز به زنان شوهردار در غزه در جنب بیمارستان شفا در مورد این جنایت تازه سگونیستا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد از احمد باطبی نادرس زیر مشکلون خواهیم گفت تا خبرهای مربوط به براندازان البته در طول برن... برنامه به بر ریش داشته و نداشته براندازان دوپیلی هم سخت خواهیم خندی خود امر بدهی منه خلو دگه اومسیم کار اگر نه اومسیم هست پچپ کنیم ایچو دگه خود تو دانید خلو اما ای براندازان مخیب اسکال کنیم مخی خوشت بیا مخی هم خوشت نیا خب دوستان اینو دوباره با لحجه زیبای دسفولی گفتم امیدوارم خوشتون بیاد مثل همیشه با اقتدا به مولایم امامم بزرگم حضرت امام علی یا علی میگیه موارد برنامه میشین سلام هموطنان ما در باکو تالش نقد جوان سلام هم زبانان در کشمیر هندوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیعیان کووید برین القطیف جنوب عراق جنوب لبنان بچون انصار الله یمن شیخ زگزاگی و یارانش و سر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنوند دوستان عزیز لایک کامنت اشتراک گذاری فراموش نشه ولی از اینا مهمتر خاک بر سر زیبا کلام یه خاک گنی نه خاک خوبی خاک روسی شنی یا خاک روسی نه یه خاک به درد نخوری که اگر دیدی اینو چپلق بزنی تو سر هشک زیبا کلام حسن قلی دوز حسن و حسن تش به کارت قلیان بردی نادرست حسن حتی می تحتیلات ایدم ولکنت نیستم حسن حسن ده برابر ای قلیان آبروزت برم حسن دگه خود دونی حسن این خولیان بیا و حرف خوش تحویل به تا دست از سر کچل بردارم وگرنه دیگه خود دونی بله آقا صادق زیبا کلام نه صادق است و نه زیبا کلام است یک هیچی ندار به معنای واقعی کسی که حتی مادرش هم او را قبول نداره و میگن این تخم بی بسم الله <applause> ما در لولی مثلا حالا طول جن مثلا تو فارسی تیل جن میگفتیم اون زمان یا مثلا تخم جن میگفتیم بله تخم بی بسم الله میگفتیم اگر کسی ناخلف در میومد با باید تخم بی بسم الله حالا زیبا کردم تخم بی بسم الله است. چرا چون خانوادهش آدمای درستی و ولکن خودش نادرسته پس اینجا یه بی بسم اللهی صورت گرفته یا یه جنی اومده این وسط یه کارایی کرده نشون به اون نشون که زیبا کلام در توییتی که سالگرد سال نو بود چی بود شروع ماه رمضان بود که گویا مادرش نس کرده که این سربرا بشه به راه راز هدایت بشه این ولو بیدعی گشتل دیو پیری ولو من دنیا گیج و منگ و به شر شده پسرم مادره به این چش نگاه میکنه به این نادرست سرگن <تص> حالا سرگن رفته با بیژن فرودی از کارمندان سابق و بازنشسته صدای آمریکا یه آدم آویزون بیقابل ترسو مشنگ رفیق سابق مرحوم غیر مفقور رو لازم شبکه بیانی داره به اصطلاح تلویزیون بیان تو اونجا برنامه سازی میکنه بعد باره با صادق سرهوش کلام صحبت میکنه سرهوش کلام به صورت خیلی ریز رندانه اتفاقا در رضا پهلوی حمایت وکنه خواهم گفت چطور ای خو آدم حسابگر لاکس هم خر میخواد هم خرما رو میخواد هم میخواد در جمهوری اسلامی یک گدازاده بود الان قصری داره بود سفیر فرانسه میاد تو قصر شو بالاخره این توله رسمنجانی بود ده هشتاد هر وقت میخواستن تو رسانه اینو معرفی میکنن میگفتن صادق زیبا کلام استاد دانشگاه نزدیک به فنارفته مسترو و فره حوالش میدادن به فنارفته مسترو دیگه دیگه این چیه بله او فنا رفته مستره و هم بالاخره کمک بش بکرد و این خاص ها گنه استاد دانشگاه در دا ایران چقدر حقوق داره یه حقوق کارمندی معلمیه معلمان دارن حسن حسین میکنن تو ایران بسه بالاخره یه چند درقاش افزایش حقوق گمال کلام قصد داره برادر من بله حالا صبح یه مناظری با یارو داشت گفت چطور وزیر سفیر فرانسه و انگلیس میان با تو گفت شما زبان بلد نیستید گفت یعنی سفیر میگرده تو ایران کی زبان انگلیسیش خوبه باش مذاکره کنه صحبت کنه دمخور جیک تو جیک و میشه سیر لا ولا سیر نمیشه خب ببینیم صحبتاش این سرهوش که سرگن پتپیره کی میگه پتپیره میگه که نظرتون در مورد این جمع... سه بیژن فرودی گازش رفته فلانش مونده یه آدم بی خابر. من اینا رو من صدای آمریکا یه زمانی منگبل فومیل منگبل قوم البته او زمانی که احمد با بودش سرد بیر بود این ستاره درخشش که اومد دیگه بیژن کارون بیروز کارونی بود جمشید چالنگی بود تفسیر خبر در ساعت هفت بود و اینا من رابطه بعد او دهقان بود او زنش حمیده آرمیده بود لونا شاد و من یه زمانی این دانشجویان اصلاحچی الان به اونا هم خواهم گفت احمد باطبی و عطری و افشوری و کینک عباس جفرسون ایران فخرآور و ده هشتاد یه زمانی جولان اینا ب... اتفاقا بازچو میگفت هم برو پیش رفیقات <applause> <applause> خب این گمال کلام ببینیم جنگ لفظی برخی چهره های اپوزیسیون با یکدیگر و بخصوص جنگ خال جنگ جنگ لفظی آقا چه جنگ لفظی گویی مثلا اینجا شما جنگ اصول دارید جنگ پراتیک سیاسی دارید بابا جنگ سر و کاسه بیا ایگو سهم ما کمه باید زیاد با ایگو از وزن تو کمه سهمت باید کم با شرشتا خورتون پت واید وزن داره <تصفح> انتقادات طرفداران مسیح علی نجاد و خود خانم علی نجاد کل کینگ فخراور گفت مسیح دوزده شاهزاده بر سر انحلال شورای همبستگی چیه؟ <تصفح> خب ببینید یعنی دقیقا تو کارشون گمال گمال کلام دقیقا تو کارشون بررسی داره و اصلا بخچی اپوزیسیونه یه پای شهرام شالاتان و اینا این سرگنه خانوم علی نشاد خانم جاه طلبی هستن. دختر بسیار جاه طلبی هستش فقط جاه طلب. دیگه خسلت های دیگه بهاییه سه نوکر سهیونیست و فاند سی آی و اینو نه فقط جاه طلب جاه طلبی چیز بدی نیه؟ همه, ما همه بالاخره مقداری جاه طلبی داریم کی جاه طلبی نداره؟ کی نمیخواد پیشرفت کنه؟ خب متاسفانه باید بگم سواد چندان سیاسی نه، نداره سواد سیاسی هم نداره جاه طلب سواد سیاسی خب کدوم یکی از این اپوزیسیون سواد سیاسی داره؟ می به تو اصلا سواد داری؟ گشتل تو خود سواد داری تو ای پتت هم خوزره ده بار بعد دکتر از این دماغ ببرن هنوز این قدرش میمونه تو سواد داری تو سواد داری وقتی میگی که ما نیرو نظامی نمیخوایم دو چرخه میخوایم تو اول انقلاب خر بودی احمق بودی الان هم گاور مثل یکی میمونه که کره خر به دنیا میره خر, خر از دنیا میره خر به دنیا میاد کرخر از دنیا میره تو نه سال پنج و هفت فهمیدی انقلاب چیه جوگیر شدی با موج بالاخره کاسبی اونجا نه حالاش داره من ازش هیچ نوشته ای هیچ سخنرانی هیچ چیزی ندیدم که یه مقداری عمق و پختگی سیاسی نشون بده مثلا کی داره در براندازان میشه بگی مثلا رضا پهلوی خب الان خب نقدش میکنی خب هیچی نداره کیه دا کی داره اون طوله شریعت مداری چی اونم شورای داره شورای گراز شورای گراز چطور اونا دارن کمونیستا دارن که میگه سرمایه داران رو باید بریزیم دور جامعه کمونیستی میخوان در ایران کمونیست خودش شکست خورده میخوان جامعه کمونیستی در های خلق اون گور به گور شده مسعود رجوی یا زنش مریم قلفو اون عمق داره سواد داره سواد سیاسی داره کدومشون داره میتونی بگی کدومشون داره رسانه هاشون چه اینترگمال سواد سیاسی دارن بی بی سی سواد سیاسی دارن یا صدای آمریکا کدومشون دارن کدومشون درک درست فارغ از عقده هاشون و رویاه هاشون درک درستی از شرایط دارن تو اصلا خودت لنگ در هوای گشتل دری به تخته میخوره و ایشون میاد کنار شاهزاده و اون هفت نفر مینشینن و اون شورای تا. فرصت طلب آقا دل پولی نجات فرصت طلب آقا. یعنی صدا پول خوب میفهمه بوی پول خوب احساس میکنه اون دختره کی بود روسری رو هوا کرد رو چوب گذاشت ای اومد اون گرفت چهارشنبه سفید درست کرد آزادی یواشکی درست کرد استاد این کاراست دیگه فاند راه پول در آوردن خوب یاد گرفته ویدا ویدا دختر ویدا اسمش بود بعد الکی خواستن اون شاپرک شجری زاده رو به عنوان اولین کس معرفی کنن که بعد به شاپرک شجری زاده با اختلاف خوردن اون اومدن بلاک کردن و قشقره و گیس و گیس کشی بود اگه اشتباه نکنم آمد بیرون و یه مرتبه ایشون صعود کرد بالا رفت کجا بالا رفت کجا رفت بالا چه چه جای جایگاهی پیدا کرد قبلش هم با همین دریوزگان برای مثل دریوزگان با این سناتور یا با اون مقام غربی گفتگو داشتن بالاخره اینا اون سناتور میخواد بره مسترو سر رم مسترو بابا سناتور تنگش کرده ها رم مسترو ولش کو سناتوره من اون نمیدونم ولش کنید اینا میرن دقیقا مثل رضا پهلوی خورتون پدم یه زمان اینجا آه میرن تو دستشویه منتظر سناتورا میموند <applause> و ایشون رو با جرسقیل یه شبه بردنش بالا من اگر جای شاه شاهزاده می بودم، شاهزاده سل... بله پذیرش این شاهزاده وزن میده به رضا پهلوی درسته نقدش میکنه این نقد ریاکارانه است برا رو این نقد کاملا ریاکار اینجا کردیت میده به رضا پهلوی خورتون آقا رضا پهلوی که تو غربم میگن آقای بنزه گاو مهربون نمیفهمه گاو بنزه بوز نمیفهمه دماغش بهتر از خودش میفهمه <applause> این خورتونپد اصلا نفهمه حتی شا باباش هم میگه ای آدم بیار گشتل تو کتاب خاطرات علم اومده بیقابلیه بی مسئولیت هنوز دستش تو جیب ماماشه نه شاهزاده رضا پهلوی کدوم شاه هست که این شاهزادهش و شاه تمام شد دوران شاه و ارباب رعیتی و اشرافیت در ایران چل پنج سال سرگن تموم شده ما شاهی نداریم که شاهزاده داشته باشیم تموم شوی القاب مال او دورانه الان آقا اصر شهروندی ما تو کمون سرمایه داریم دیگه برجوازیم اصر شهروندی همه آقا هن. همه خانوم هن. آقای فلانی آقای فلانی خانوم فلان خانوم فلان شاخزاده نمیدونم کی رو نداریم ما این القابی ان که این طرفدارا خورتونپت بش میدن تو چرا با ادبیات اونا حرف میدونی سمپاتی داری بشون اعتبار میخوای بدی به خورتون سیگنال میفرستی که تو شاهی شاهزاده ای پیش من اما من با حرفان موافق نیم یک کمی ادا مارتین لوترکینگ کینگ در بیار ادا ماتما گاندین در بیار ادا گاندین در بیار دیگه مشکلت حل الان خواهد گفت یک کمی ادبیات عوض کن می کردم که بیشتر به جای اینکه مثل مسیح علی نجات حرف بزنم و صحبت بکنم من سعی میکردم که بیشتر یه مقداری مثل نرسول ماندلا صحبت بکنم آه دیدی؟ حضرت میخوام این جسارت میکنم این بیادر. خیلی غلط کردی جسارت میکنی از کی معذرت خواهی میکنی؟ از اونایی که توی این استاگرامتن میترسی شلوارت در بیارن؟ میترسی بهت فش بدن؟ ببین چه آدم مرموز مکاری معذرت میخوام ببخشید لیبرالیست با ایرانیا چکار کرده؟ ولی من که جای شاهزاده بودم به جای الگو گرفتن از مسیح علی نشاد از مهاتما گاندی و نیلسون ماندل خب چه چطور میگیری پت دراز تو الگو چه نه خب وارد جزئیات با منظورت کجاست رو ذکر کن ما مستاقشو بفهمی آقا منظورت با چه نه کجا ما م... ماتماگاندی گاندی با نلسون ماندلا وقتی میخوایم وارد ادبیات سیاسی ایران بکنیم مثلا باید چی میگفته که نگفته دقیقا برای رو بحث سفید دقیقا بحث کردیت دادنه پشتبانیه اما این نقدش نقد دیدید بخون با دو برادر مو که با هم نقد داشته باشه انتقاد داره از جزئیات انتقاد داره ولی تو کلیات قبولش داره استنباد من اینه همونطوری که مجیزگوی رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه شده نوه گون گور به گور شده قاطر قلیون همی قبول داره دیدی دیگه تو تمام سخنرانی هست. از شاه و بابای گور به گور شدهش داره تمجید میکنه یه جایی هست مثلا بالاخره آقا تاریخ ما با بغز نباید بگیم خوبی یای هر شاه گفت گفت و بالاخره بدیاش هم باید گفت این قابل اما یه جای هست شما با نگاه سیاسی از یه چیزی تعریف و تمجید میکنید وقتی با رزاشا با او دفاع میکنه یعنی چی؟ یعنی با مبتنی بر نگاه سیاسی من دارم دفاع نه به عنوان یک رزاشا به عنوان یک چهره تاریخی ما متوجه این زرافت و بازی ها باشیم ها. رزاشا چهره تاریخی مرد خوب و بعد مرد اما اینا میخوان با نگاه سیاسی تمجید از, سیا... از از پسرش سفید نمایی کردن او دوران ذهن شما را آماده کنن واسه خورتونپت واسه نوه رزاشا که این امید ایران اینه همونطور که پدر و پسر به ایران خدمت کردن خدمتگذار ایران بودن خورتومپت هم خدمت گذاره ارواد دلش توفته این نطفش نفتش حالا هدف این گشتل گردو هم دقیقا در ده پونزه سال اخیر مجیزگوی این خاندان شده از نگاه سیاسی نه از نگاه تاریخی ما ممکن بیم از کورش کبیر داریوش کبیر نمیدونم انوشیروان دادگر بهرام گور و فلان آقا ما تمجید کنیم دوره ای بود تموم شد رفت افتخار میکنیم براخره شامون یه قد جنگی پیروز شده یه کار خوبی کرده ما هم افتخار میکنیم این فرق داره با حکومت پیشین امروز شما آمدن دارید در ایران سیاهنمایی نمایی میکنید جمهوری اسلامی رو بد نشون میدید ناکارآمد نشون میدید غیر شایسته نشون میدید بعد از او بر از اینا سفیدنمایی نمایی میکنید و نقاط ضعفشون اصلا نمیگید و یه تاری دارید اینا رو تو چش مردم میکنید که واسه نوش این دقیقا خرد کبود دستگاه اطلاعاتی قضایی ما اگر شما این جریان نفاق متوجه نمیشید واقعا خاک بر سرتون اینا یه ای کاریه که انجام میدن لا من اگر جای من اگر جای شاهزاده بودم سعی میکردم حساب کردم توی برنامه حداقل 7 8 10 باره میگه شاهزاده 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 دیگه ناز لازم وقتی شما در مورد شخص دارید صحبت میکنید لازم نیست هی مرتب بگید شاهزاده شاهزاده یه بار اسمش بگید بعدا از قید استفاده میکنید ایشون او ولی وقتی میگه شاهزاده 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 میخواد شاه تو چشم ما بکنه دیگه دیدم کانال تلگرام اون احمقای بی سیم چی هم رضا پهلوی نمیدونم بر علی ر... نمیدونم کی اه... با زیبا کلام بر علی دل پولی نجاد و خورتونپت حرف زده کجا این نقد عرض میکنم نقد تو جزئیاته نه نقد کلی خواهی دارم میگه شاهزاده 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 جای به کار بردن فحاشی سعی میکردم با انسانها دیالوگ برقرار بکنم ولی پوپولیست میخواد اون پوپولیستیش رو از دست نده و متاسفانه هی ببینید تماما نقد پراتیکه نه نقد رو اصول شما منو قبول دارید ولی میگه آقا رزا این کارت اشتباه اینجا اینو حل کنی درست میشه مثل مارتین لوکیتر کینگ یکی تریب حقوق انسانی بگیر از کشتن از زدن از نابود کردن خب حرفشون اینه خشونت پرهیز از مبارزه خشونت پرهیز و این مثل گاندی اینا رو باب کنید یا مثل مارتین نلسون ماندلا میبخشیم اما فراموش نمی کنیم اینو بیار وسط تا جریان رو مثلا دل پولی نجات بزنیم بعد کشیم بعد دریم فلان چون اینطور باعث میشه نیروها طرفدار رژیم پراکنده نشن اتفاقا داره خط بهشون میده خب من میشتم خودم برانداز بودم تو دیده, دیده، گشت تو دیگه ما بونی خودم این کارم عمل در جهت باز کردن جایی برای خودش در داخل کشور نیست نه در میان اپوزیسیون هست نه در میان روشنفکران هست بله نمیخواد جا باز کنه تازه میگه آقا تو کمکاری تو بد داری بازی میکنی داره بهش خط میده تو اشتباه خب برو مشاورش باش باور کنید این پولکی دو پیلی با چند تو من به راحتی مشاوره هم بهش میده الان قطعا با هم ارتباط دارن من به شما قول میدم اینا با هم ارتباط هم دارن با پولی نژاد ارتباط دارن اصلا پول اینا خب من همیشه گفتم پولی نجات سخنگوی برون مرزی اصلاح طلبانه خاتمی یه ایطور براش بکنه ببین چطور بشکن و ملقی براش میزنه نه در میان فرهیختگان هست نه در میان دانشجوها هست هنوز ندیدم که یه چیزی شاهزاده رضا پهلوی بگه و چهار نفر در داخل بگن که اینو تایید میکنیم چون میدونن شاهزاده رضا پهلوی هی داره میگه شاهزاده 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 خیلی عدد و رقمی نیست شاهزاده ای که ادبیاتش پر از فحاشی هست شاهزاده ای که برای مشروطه ارزش خودت خال... اصلاح کن یعنی شاهزاده خودت اصلاح کن کارا درست نی اصلاح کن که در... یعنی نقد خیرخواهانه داره میده بش در کلیت این نقد خیرخواهانه دموکراسی برایش شعاره من نمیتونم بیام پشتش بله ببینید برارو عرض کردم این مارمول لیبرال ها این لیبرالیست میگه همیشه میگه اساس سوده در لیبرالیست ببین کجا برای سود داره شاهزاده واسه زیبا کلام حکم سود بلند مدت داره ما یه سود بلند مدت داریم یه سود میان مدت داریم یه سود کوتاه مدت داریم الان نمیتونم بیام پشتت ولی اگر مثل گاندی مثل ماندلا بیای مواضع خوب بگیری پوپولیستم هم نباشی اون موقع میام خود دیگه معنی معکوس صحبتاش اینه دیگه اینا تو م... امثال زیبا کلام ها و اصلاح طلبان ما با چی میگن سود کوتاه مدتشون رو با جمهوری اسلامی بستن تو سود برخواد هر حکومت جمهوری اسلامی تغییر کنه دیگه به قول ما خر و اصلاح طلبان نمی اصلاح طلبان با بخ... قول ما بازم جمهوری اسلامی میدونن یه سود بلند میان مدت دارن که اینا دولت خودشون در دست بگیرن جمهوری اسلامی رو استحاله کنن از اون محتواش خارجش بکنن لیبرالیزش بکنن اصطلاحا نرمالیزاسیونش بکنن و کاملا اونو در دست بگیر یه سود دراز مدتم هم برای خودشون تعریف کردن که اگر هر دو اینا به شکست رسید ما بیام رو بخشی از اپوزیسیون حمایت بکنیم دفاع بکنیم الان رسما او اردشیر امیرجمن ارجمن مشاور میریزید با بسیاری از این نمایندگان امروز رسما وارد اپوزیسیون برانداز شدنه بخشی از اصلاح طلبان تندرو مثل تاجزاده و اینا هم از جمهوری اسلامی عبور کردنه اینا هم وارد اپوزیسیون شده اما متدلان معقول ترها و به حساب, حساب که کت... سرشون تو حساب کتابه اینا رو عرض کردم رو سودهای کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت سرمایه گذاری کردن بالاخره سرشون بین تو هر شرایطی اینا سودشونو بکنن یه چیزی گیرشون بیاد سرشون بدون کلا نمونه بله این گمال صحبتاشو دیدم مواظب باشی اطلاعات غلط بهتون ندن زیبا کلام ها اینا لیبرالن از جمهوری اسلامی عبور کردن نه دیگه ولایت فقیر رو قبول دارن نه قدرت ایران رو قبول دارن نه سپا رو قبول دارن نه قانون اساسیش قبول دارن هیچ چیزش قبول ندارن فعلا دارن وسط بازی میکنن نمیتونه بگه من میام پشت سرت نقد خیرخانه بش میکنه راهکار بش میده که چه کار کن چون بالاخره نمیخواد این ورم بند نافش کامل قد بکنه دچار زیان نش موازه با بازی های دشمن باش خاک بر سر صدا سیما ما که به این الدنگا تریبون هم میدن این دیگه وا اسفا بله این از این آقا تو همین چارچوب میمونیم اینو دیدم جالب بود احمد باطبی همون دانشجویی که سال 78 اومد یه پارچه خونینی بالا کشید و بعد به محکوم به اعدام شد بعد شد حبس ابد بعد 20 سال بعد یه 4 پنج سال زندان موند و بعدم فرار کرد رفت آمریکا یه روز هم کیهان حسین شریعت مداری بهش گفت اگر ما نمیخواستیم نیرو امنیتی نمیخواستن تو نمیتونستی از کشور فرارم بکنی و به نوعی باز کردن که تو رو گشتلم برو یه زمانی بازجو من میگفت تو هم مثل رفیقات برو من و افشاری اینا بود بعد حالا عجیبه یه سر براندازی اونایی که میرن اوسم طرفدار اسرائیل هم میشن زیبا کلام خب رسما دیدید تا حالا با این همه جنایت های سگونیستا ها رو محکوم نکرده طرفداری اسرائیل بخشی از فرهنگ ایناست این کسافت ها گویی وقتی که اینا دشمن نظام میشن از اخلاق و از وجدان و از شرف یه دفعه خالی میشن هیچی ندار میشن حالا احمد باطبی رو ببینید یه مواد موها درازی هم داشت زیر پرچم اسرائیل جنبش دانشجویی دوم خوردادی خاتمی جلف زوب شده در مکتب خاتمی لیبرال تمام اصلاحاتی هم یوبو سال 99 گفت اینا سرمایه اسرائیلن در ایران حالا توله هاشون رسما دیگه وارد اسرائیل شدن یعنی دیگه پر بی آبروترین پرچم دنیا امروز پرچم اسرائیل بی حیثیت پرچم دنیا فقط یک ایرانی که من گفتم که بهترین ما بهترین فرزندان خداونده و بدترین ما پسترین موجودات خداونده میتونه زیر این کسیفترین بی حیثیت پرچم تاریخ بیسته اما احمد باتونی تجربه شخصی میخوام بگم من اون موقع فعال صندیکایی بودم یه دوستان اومدن حالا چه بخش داخلی چه بخش که خارج کشور این چون موقع هنوزم خودشو سخنگوی برون مرزی جنبش دانشجویی میدونست منم از سمت جنبش کارگری این مجموعه قبل از هرانا همون هراناست بله اسمش عوض شد دانش حقوق بشری و تو فعالیت حقوق قرار بود من بخش این بین المللش بود به قول معروف یکی از دوستان اینجا مدیر روابط عمومیش بود متاسفم از یادم رفت مجموعه فعالان حقوق بشر بله مجموع فعالان حقوق بشر اسمش بود بعد من قرار بود بخش کارگریشو به عهده بگیرم که خوشبختانه قبول نکردم با من صحبتی کردن نپذیرفتم تا یکی از بچه های سندیکای واحد اونو پذیرفت که اینا مستقیم با طبی اون زمان از سمت مجموع فالان رفت با بوش هم دیدار کرد روزنامه ایران هم زدش اون موقع و ما هم خوشحال شدیم که ما لاخل به این ننگ نپیوستیم این تجربه شخصی از این الدنگ بود و بعدم اونا روزگار بدی پیدا کردن همه اون اصطلاح مجموع فعالان حقوق بشر اون یکیش که مس بخش کارگریش بود حالا پنج سال زندان بود بعد با جاسوسای فرانسوی سال گذشته گرفتنش بالاخره این جاسوسی و مزدوری یه کرمیه که میره تو بدن آدم آدم آلوده میکنه و دیگه ولکنتم هم نیست خدای شک ما آلوده و کرمو نشدیم تا یک قدمی غرق شدن رفتیم نابودی و فنا رفتن رفتیم و خدا دوستمون داشت و حضرت امام علی بالاخره دست ما رو گرفت و از زلالت ما رو نجات داد این تجربه شخصی بود راجع به این الدنگ و اون مجموع فعالان اوقا بشر آقا تو تبریز چه میگذره امروز شهرداری تبریز رسما داره هشت رو نش میکنه با تجزیه تربان با این جریانات پانتورک بیشورایی که تو سرای گوبی مغولستان دنبال اصالت میگردن بره بره ای اصالت بره سه اصالت لذت برید بیشورایی که خود جونه حالا قطعا گرازدماغ باکو و اردوغان اگر دوست دارن به ما خاص خوش و مبارک تو با ای اصالت ای اصالت ناب مبارک تو ولی اون مزدوری که خودش تخم مغلی میدونه اون بهتره بره گمشه اینجا سرزمین نیاکان و با شرفانه سرزمین آزادگان اینجا تخم مغلی اینجا چه غلطی انجام میده و یکی از این شورای کثیف شهر تبریز حالا فش میده به اصطلاحا ایران شهری ها البته مردم آذربایجان تبریز زدن تو دهنشون ها بعد این ما مشکلمون تخم تخم مرغ و چه پخی ها حالا چه رنگش کن چه هر غلطی میخوای باش بکن امروز به خاطر ضعف و دستگاه قضایی نهادهای امنیتی ما هر روز ما شاهد یه فتنه ایم بلواییم آقا درگیری قومیتی رو تو با ارومیه ترکا بر علیه تو تبریز ترکا لایا و پانترکا آقا درگیری علنی شده کشور داره به سمت هرج مرج میره از داخل چرا چون مشتی ضعیف امروز نهات های اقتدار ایران تصرف کردن مشتی بزدل آقا میگه وقتی شر بی کلانتر شد قورباغه هم هفتیرکش میشه تخمغلی ها میزنن بیرون ما امروز شاهد هفتیرکش شدن قورباغه ها هستیم در ایران از اون بر عبدالکفتار هم نم داریم درود به شرف امام جمعه ارومیه که خوب زد تو برجک اینا و ما از دادستانی تبریز انتظار داریم این شورای کسیف و فاسد که حتما بندنافشون نافشون به گراز دماغ باکو یا اردوغان کسیف منافق وصله اینا رو بازداشت بکنه به اتهام خیانت به وطن به, به اتهام برهم زدن وحدت ملی انسجام ملی اون چیزی که مرشد عزیز ما سه چهار روز قبل فرمودند مگر نگفتن هر چیزی که باعث لطمه به وحدت ملی انسجام ملی میشه من جلوش میستم ما از دادستانی از خب قضای اجهی ما حقیقتا دستامون شستیم آه, آه. شستیم ولی حداقل توی دادستانی تبریز یه مردی پیدا بشه و جلو این جریانات تجزیه طلب و خائن مزدور الهام گراز رو بگیر هرچند که همهشون یه, یه هیدر میخواد و همون مردم آذربایجان واسه شون کافیه بالاخره این اصالت و من تحویل این جماعت بیشعور و جاهل و احمق میدم هر کس میخواد یه اصالت برداره مبارکش باشه اما ایران بره بره سرها گوبی بریدی سرای گوبی و مغولستان جان تو خیلی حال میده <applause> برید اولان باتور مغولستان که حتی دولتی هم نداره یه زمان زیر شوروی دارش میکرد یه زمان چین دارش میکرد یه چه مقدار اشیرا قبیلن بله اینو فروغی گفته بود که رفته بود دیداری داشته بود با مصطفى گمال گمال نه این گماله گمال بهش گفته بود که خوشبال شما کشور تاریخی و پر از افتخار و فرهنگ تاریخ و تاریخ پرشکو من باید واسه این گل تاریخ دروغین و علکی بتراشم <applause> وستشون کنم به سرای گوبی البته <applause> علم جنتیک دروغاشونو رو همه برملا کرده دیگه هرچی میرن جنتیک ترکا بیشتر اونا استانبول و اینا بیشتر اروپایی هن. این هم بگم مصطفی گمال اصلا ترک نبود یونانی بود <applause> اینم, جا، اینم جالبه اینم <applause> جالب اردوغان هم سالتش به یهودی <applause> میرسه و علیف هم خب بازم اون خورتون پاید هم و بازم به اونم همینطور و خاک بر سر و آویزون های پیلی که خیلی قلیل هنه. خیلی قلیل اندک اما پر سر صدا و ما حواسمون هستم اینم بگم فرزندان هیدر کرار مریدان هیدر کرار حواسشون هست هر نغمه شومی که بخواد به ایران ما کوچکترین آسیبی بزنه به وحدت ملیش به انسجام ملیش باشه اگر تخم چشممون باشه اون از صدقه در میاریم پرت میدیم دور شوخی هم نداریم نگاه نمی کنیم اجهی چی بگه مجهی چی بگه مرشد ما دستور آتش به اختیار رو دادن قبلا بله این از این آقا جشن پوریم در یا همون جشن ایرانی کشون در سرزمین های اشغالی در جریان شازده خورتون پتم الان من ندیدم ولی خب هر سال تبری گفتن بالاخره کسی که بیعار و بیکار باشه با سه پول هر غلطی انجام تنبل بیعار و بیکار بی تو عمرشم هم یه ثانیه کار نکرد حالا من یادم میاد از خودم بگم ما نسل ما نماد کودک کار بود های شلوغ کارگر دهقان من با افتخار میگم من از چهار پنج سالگی کار کردم بستنی فروختم بستنی آلاسکا میفروختم بعد مواد غذایی میفروختم بزرگتر شدم کاربنایی کردم لباسام خودم میخریدم بعد سال سوم هنرستان بودم رشتم کشاورزی بود تابستون به جایی که خونه باشم اومدم شرکت نیشکر افتاپه استخدام شدم توی یکی از سختترین کارهای ایران یعنی کشت نیشکر در خاک داغ خوزستان تا زانو باید بری تو خاک داغ نیشکر بکاری و دیگه سر کارم تا امروز و این داستان همه هم نسلان منه. ولی خب الان نسل جدید یه مقداری بچه هامون که نگاه میکنیم. <تصفح> ما البته اینم بگیم بدتری نسل هم بودیم ها. <تصفح> او زمان ما پدر سالاری بود. زمان ما که رسید شد فرزند سالاری. <تصفح> بازم ما باید خدمت بکنیم بالاخره. <تصفح> خب ببینید جشن پوریم در سع... عراضی اشغالی همون جشن ایرانی کشون انجام شده. هیچ جای دنیا همچی کاری انجام نمیدن ما به جنایتی که انجام دادیم افتخار کنیم مثلا آقا محمد خان رفته تو تفلیس جنایت کرده ما هر سال جشن بگیریم آقا در تفلیس جنایت کردیم هفتاد هزار نفر کشتیم هشتاد هزار نفر کشتیم نادرشاه به خاطر شبیخونی که به لشکرش زدن هندیا تو شهر دلی اومد یه صبح زوری فرمان قتل آمداد داد میگن بعضی آمارا بیست هزار نفر کشته ما بیایم هر سال جش بگیریم واسه اون کشتار مثلا به نظر شما واکنش دولت هند چه خواهد بود حالا اینا جشن میگیرن که ما ایرانیان کشتیم این جالبه البته این داستان دروغ ها. تو شوش من هم این اتفاق افتاد <تصفح> همشی دروبر رضا رخشان میگذره <تصفح> این اتفاق دروغه ولی قصه است که ساختن و بهش با... مهم نیست راست باشه یا دروغ مهم اینه که اینا بهش باور دارن و انجام میدن به جنایت افتخار میکنن ببین اینقدر میخورن اینقدر به عیاشی هم میپردازن که از هوش برن فکر کنم چهارم و پنجم فروردین ما میشه امروز باید روز آخرش باشه اگه تا جایی که چهارم و پنجم یا پنجم و شیشون. ولی فکر کنم چهارم و پنجم ببین قسم اینو عطف رقص رقصتو لیوه بازن عطف دی ریشاد خرد کپوتو کپوتو دوگ دمین سرت ما تحتی بله دارم پوری جشن میگیرن که بعد یه بیکار بیار ما هم بهشون تبریک میگه این خیلی جالبه آقا یکی از دوستان این فیلم واسه هم فرستاد تو لندن درود بر خامنه ای برانداز فشار بخور برانداز هیچ پخینیسی یعنی حتی تو خارج کشورم پت پوز ای براندازان آوردیم پایین یعنی حتی تو خارج کشورم موش قابل یعنی ذره مال از اعراب نیستن شیر مادر دم برشون انقلابی گرم یه زمانی ما تو خارج کشور کاملا فضا و اتمسفر رو واگذار کرده بودیم به براندازان دوپیلی الان رو پس گرفتیم بچه های با ما بپیوندید پیوندید مثلا یه گروش بچه های ما با به ما بپیوندید پیوندید واقعا کولاک کردن حالا این هم ببینیم که ببینید با ماشین تو خیابونای لندن تو کوچه ها درود بر خامنه ای اگر خطش هم زدن چیزی نوشتن دوباره پاکش کردن دو بازم نوشتن ببینید اینجا لندن درود بر خامنه بذار بزرگترش کنیم و کیف کنیم ببینید فشار بخور فشار بخور برانداز بح بح. درود بر خامنه ای درود, درود بر خامنه ای لندن اینجا لندن درود بر بله دیگه براندازان حتی توی خارج کشور هم دیگه توی خارج کشور هم دیگه بیرقیب نیستن اتفاقا جمعیت دوستان بیشتر از اون است. این هر تظاهراتی چل نفر سی نفر بیس نفر ده نفر بله بله این دست این دوستمون درد نکنه این, فیلم رو دیدم گفتم آقا دیدم به خاطر تراژدی هولناکی که دیروز در روسیه اتفاق افتاد آقا دیروز من در یوتیوب خب به هشدار داد سر جریان عکسای مربوط به داعش و اینا مجبور شدم پاکش کنم بعد هر تیتری میخواستم بذارم در مورد حادثه تروریستی مسکو مثلا می نوشتم بررسی حادثه تروریستی مسکو قبول نمیکردم. کرد حادثه هولناک در روسیه تروریستیش هم هزم می کردم. بازم قبول نمی می نوشتم حادثه در روسیه در مسکو هم قبول نمیکردم و پوتین هم گفته که داریم سی تومی هر چهار نفرم خوشبختانه بازداشت شدن متاسفانه هر چهار نفرم تاجیکستانی بودن یکمی دولت امام علی رحمان باید یه فکری بکنه امروز بخشی از جامعه تاجیکستان عملا عمله سیای ای و موساد شدن و پادو این داعش خراسان اصطلاحاً تو جنایات یکی دو سال اخیر مستقیما اینا مشارکت داره در این حال که ما میدونیم ملت تاجیکستان چه بافرن بالاخره آقا همه جنگل همه شغال و این چیز داخلش پیدا میشه ما منکری مثلا نیستیم ولی خب متاسفانه این آسیب میزنه به جایگاه تاجیکستان و باعث میشه تاجیکستان هراسی تو منطقه تو قفقاز و جا روسیه جای دیگه به راه بیفته و این خیلی بده این خیلی بده بله بعد ادهی از هموطنه ما اومدن و گل گذاشتن پیش سفارت اینو ببینیم اما یه تأصف میخوام بخورم بله تأصف بخورم که چند تا گل یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هشت، بگو ده تا یادتونه، ای یه چیزی هم بود مثل یازه سپتام یادتونه یازه سپتامبر چقدر ایرانی ها گلششن وای مایگاد امریکا هونش داره مثل آخ خیلی بد شد روسا آدم نیستن نه اسلاون و در موش قابل امریکا سرزمین بهش گل بال بال این نگاه ما متاسفانه بخشی از جامعه ما هم خیلی غربگراست هم خیلی نگاه نجات پرستانه داره متاسفانه یعنی هم از, بی... از, بیگان... از خود بیگانه است در این حال نجات پرست انگل و ساکسون دوست داره انگلیسی باش تخم انگلیسی خوشش میاد آمریکایی با انگلیسی با اروپایی خوشش میاد اروپا غربی دوست داره اروپا شرقی و اینا زیاد... آدمیت شو زیاد جالب نی یعنی احساسات شو زیاد بر نمیتابن خیلی بده این خیلی بده من انتظار داشتم امروز دری سفارت پر, از گل باش جالب بخشی از جامعه ایران مثلا وقتی یه اروپایی چه موبور و چشمابی دورش میستن وای چطوری کجنی چه کنی گشتل ولگرد چه کار میکنی مثلا تو ایران دورش جمع میشن آقا همه ب... اما مثلا یه بلفرز اسلاو باشه یه اروپا شرقی یه روسی یه چینی یه ژاپنی حالا ژاپن هم چون با آمریکا خوبه زیاد مثلا یه, یه هندی یه جای دیگه آفریقایی اون تعویلی که از اون غربیه میگیرن اون دل قلوهی که به غربیه میدن به بخیه نمیدن چرا؟ واقعا چرا؟ این همه خودباختگی در مقابل غرب واقعا نوبره تو قضایا و بلایا هم همینطوره اون فیلم منحوس یادتونه باسه 11 یازده سپتامبر جمعی از عنوان جمعی از مردم تهران حالا دیوی سی نفر نبودن ولی خب ما اینو تو کف خیابونا میبینیم بخشی از فرهنگ بخشی از جامعه ماست متاسفانه خو از خود باختگی از خود بیگانگی نگاه استاندارد دوگانه نسبت به حقوق انسان ها جان آدم ها بله این هم واقعا اصف انگیزه آقا سگیونیست یه جنایت خیلی ناجوری در غزه مرتکب شدن و جلوی شوهر به زنان تجاوز کردن اینو الجزیره و افراد بسیاری در غزه اینو اعلام کردنه که این جنایت هولناک دقیقا در بیمارستان شفا غزه اتفاق افتاد خاک بر سر کشورهای عربی که چه اونایی که با رژیم سگونیسی عادی سازی کردن و چه اونایی که قرار بود عادی سازی کنند ننگ ابدی و تاریخی بر شما خرد کپوتو خاک مین دوشونتو روایت دردناک یک خبرنگار از جنایت دشمن سگونیسی در بیمارستان شفا شوهر 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 زن مورد تجاوز ارتش اسرائیل در بیمارستان شفا غزه میگوید سربازان به او دستور دادن لباسهایش را درآورد و شروع به کتک زدن کردن سپس او به آنها گفت من پنج ماه باردار هستم مرا نزنید اما متاسفانه به کتک زدن او ادامه دادن بعد از ساعت ها همه زنها را به جرم زن... همه زنها را به جز زن باردار و فرزندانش بیرون آوردن جلوی چشم شوهر و اقوام و فرزندانش بردن و به آنها تجاوز کردند آنها به مردان دستور دادند که چشمان خود را نبندند وگرنه به او شلیک میکنند این هم سگیونیستی که زیبا کلام کسافت سرگن پتفیره میگفت که اسرائیل آدم بیگنا را نمیکشه از یا عبدالکفتار زیهی و سایر کسافت هایی که در مقابل جنایت سگونیستا لالمونی گرفتن این ننگ ابدی بر پیشانیتون ای خرد کپوتو ای خاگ بین ای توف دریتو گشتلای گردو دو پیلی واقعا آدم میمونه که در مقابل این جنایت هولناک چی بگه اینم الجزیرم اعلام کرد اینو و خبرنگاران زیادی و با شاهدایی که این جنایت رو دیدن بله آقا توی منطقه فلسطین اومدن نظرسنجی کردن چه فلسطینیان کنار... کرانه باختری چه فلسطینی های غزه که آقا نظر تو درباره طوفان الاقصا چه نه بالاخره آقا شیش ماه گذشته سگونیسا غزه رو شخ زدن سی دو هزار نفر حداقل آدم کشته شده بعد جالبه بالای هفتاد یک درصد کرانه باختری موافقن اونایی که مخالف بودن از 22 درصد به 19 درصد کاش پیدا کردن بله تو غزه هم تو غزه که اگه قبلا 57 درصد موافق بودن الان رسیدن به 71 درصد در مردم غزه موافق طوفان الاقصا بودن یعنی این جنایت های سگونیستا نه تنها مردم غزه رو پشیمان نکرده از اون پیروزی غرور در هفته اکتبر بلکه هر روز که میگذره مردم استقبال بیشتر و از اون حادثه بیشتر اون پیروزی بیشتر حمایت میکنه و این خیلی جالبه یعنی بعد از این همه مصائب این همه دشواری قحتی کشتار بیرحمانه منهدم کردن زیر ساختهای غزه بازم مردم غزه اتفاقا بیشتر از گذشته از این حرکت حمایت میکنن اینم جالب بود این کسافت این گدادور این بشکه به حساب خادم حرمین شریفین مسئول حرمین شریفین ای, ای توفتری بالمناسبه غیر المگلی. حالا تو شرایطی که مردم غزه دارن از گرسنگی و قحطی رنج میبرن میگه سمبوسن زیاد سرخ نکن وقتی قرآن تلاوت میکنم سرخش یا با زیتون خوب سرخش کنی داره از غذا میگه یا فیلم های در میاد از این کسافت های حوزه خلیج فارس با اون چی میگن سینی های بزرگ غذا نمایش لاکشری نشون میدن بعد اینم داره میگه که سمبوسن ایتر بخور این کسافت لا حبت الفرن هذی حتی قداد بیر دلگو السمن و الزیت ما یعطر على التلاوه و الحنجره حنجرات بیره قرآن تو ما خیلی دوستان میگه این خیرات تو تا جلو پاتم نمیرسه ما یه شیطانی میبینیم که داره قرآن میخونه قرآن باید به با قرآن عمل کنی و نه توتی هم میتونه خو... یادش بدی قرآن بخونه گشت لای خائن نادرست امور الاخره ثم هذا حساء حساء من جزاء لكن مش قابل انت زمن قشتلات النادرستات شي ساي المفضل في رمضان الشربة من بعد جالبه این اینم منتشر شده در فضای مجازی اهل سمبوسه اهل مقاومت ایوریا دست چپیا اهل سمبوسه <تصفح> این سمتی ها اینا خوب قرمزن بله جالبه یکی از خبرنگاران ارشد سگیونیست میگفت که کشور سعودی به ما پیام داده که بعد از طوفان الاقصا حمایت از فلسطین گسترش پیدا کرده جهان عرب به ایران و مقاومت به چشم قهرمان نگاه میکنه به ما که میخوایم عادی کنیم به چشم خائن نگاه میکنه ما در حال حاضر خائن محسوب میشیم و فعلا نمیتونیم باتون با عادی سازی بکنیم اینو یک خبرنگار سگیونیست نزدیک به سعودیا منابع سعودی میگفت بعد اینم جالب بود در توییتر اومدن این یه شرکت گذاشته اومده نوشته فرش عربی فرش عربی داریم اون در رمیا بعد توییتر زیرش نوشته فرش عربی وجود ندارد این فرش ایرانی است بله اینم جالب بود بالاخره در توییتر ایلان ماسک شما نمیتونید دروغ بگید خود توییتر یقتونه میگیره بله یه خبری دیگه بود که حالا پیداش کنم دوستان عزیز سخنگوی پیشین اسرائیل میگه دست از دروغ گفتن به مردم بکشید نمیتوانید به این وضعیت با این وضعیت حماس را نابود کنیم عمده مناطق غزه خالی از ارتش است اما همچنان به من و شما میگویند آنجا جنگ وجود دارد و از اصطلاح پیروزی قاطعانه استفاده میکنند در صورتی که پیروزی وجود ندارد جنگ با حماس حداقل 5 الی شش سال طول می کشد این سخنگوی پیشین ارتش می آقا وزیر دفاع ایران گفته ما در سال گذشته تولید صادرات تسلیحاتیمون بیش از پنج برابر کردیم امید خدا امسال شاهد جهش تولید تسلیحات نظامی ایران خواهیم بود در سال 1403 شاهد جهش در صادرات تجهیزات و تسلیحات خواهیم بود امیر سرتیب آشتیانی و دفاع صادرات تجهیزات و تسلیحات در سال 402 4 تا 5 برابر رشد داشته است نوآوری و ساخت تجهیزات و تسلیحات جدید با کارایی بالا رمز موفقیت در صادرات بوده است در سال 403 شاهد جهش در صادرات صادرات تجهیزات و تسلیحات خواهیم بود و علاوه بر فروش تسلیحات خدمات تعمیر و نگهداری و آموزش نیز ارائه میدهد ایران الان حتی هواپیماهای بوینگ یا ایرباس روسیه رو هم تعمیر و نگهداری میکنه یعنی خدمات فنی میده اوورهال میکنه تعمیر و نگهداری میکنه و تو این زمینه ایران کارهای زیادی انجام میده و این رشد ما میبینیم بعد از طوفان الاقصاب خب روسیه بلاروس اینا مورد تحریم قرار گرفتن اینا چاره ندارن جز اینکه از خدمات ایران در زمینه فنی مهندسی و نظامی بهره ببرن در هر صورت امروز همونطوری که آقای رئیسی اعلام کرد کشورهای زیادی به مزی که به ما میخوان مذاکره کنن میگن شیر مادر یه چند زنبوری و مبده. بده موشکم اخایم ما تسلیاتون میخوایم امروز ایران به بیش از پنج, و پنج کشور دنیا صادرات تسلیحات دارد خب یه اتفاق برجسته آقا زیر ساختای ما، ما عکس پایگاه موشگی سجاد نشون دادیم در یک سال اخیر به شدت گسترش پیدا کرده این میتونه به رشد صادرات ارزاوری، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری کمک بکنه و استقبال جهانی هم بالاست و اتفاقا جنگ اوکراین به خوبی واسه ایران تبلیغ به بار آورد هم کشورهای دوست میگفتن آقا تسلیحاتش واید خوبه هم دشمنان میگفتن آقا تون خودت تسلیات به روسیه نده یعنی همه دارن واسه ما کار تبلیغاتی میکنن از ما خودمون نیازی کاری انجام بدیم قربون تو برم دوستان عزیز ایران ما به پیش میره گفتیم تسلیات خب یادمون قبل اینکه بریم سراغ مگر میشه از اگزوزنبوری نگفت وقتی از سر زی زیبا کلام گفت بعد از اگزا زنبوری هم گفت که میام مثل خود سرطان میمونم قیقاش کنن میزد تو ملاج دشمن بله ای جان ای قربون صداد به 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 ها میا و تو صف ای جان سی قرش سی کوبش سی نرمش یالا زیبا کلام. بر زیبا کلام خاک بر سر زیبا کلام خرد کپو تاج زاده قلی دوز علیمی مامو صادقی علی متحری ملاوردی ابتکار ابدی مبدی و کلام کلاب الخائن الوطن فروشی و ول درستی ول زیر پشکلونی <تصفح> <ول> خرد کپوتو تو <تصفح> قربون تو برم سباز از پیروز باش